آقای خاتمی بیش از اینکه به عنوان یک سیاستمدار در فضای ایران شناخته بشه در ابتدا به عنوان یک شخصیت فرهنگی شناخته شد یعنی نماینده آقای خمینی بود در روزنامه کیهان در مؤسسه کیهان به طور کلی در روزنامه کیهان در دوران او یکی از بهترین دوران روزنامه کیهان در کل تاریخ روزنامه کیهان بود حتی در قیاس با بعضی از دوران روزنامه کیهان در پیش از انقلاب که در واقع سرآمد مطبوعات ایران بود نشریاتی رو منتشر کرد مثل کیهان فرهنگی و پایه در واقع بحث‌های فرهنگی رو گذاشت که سازنده بود در اینکه مسیر فکری رو در سالهای پس از انقلاب در ایران به سمت گفتمانی نو درباره اسلام درباره انقلاب و درباره توسعه فرهنگی در ایران و از همه مهمتر در مورد بازندیشی دینی و روشنفکری دینی و مردم سالاری دینی مطرح بکنه بنابراین خواستگاهی که آقای خاتمی از اون شروع کرد یک خواستگاه فرهنگی بود و دقیقا به همین دلیل هم بود که مردم و روشنفکران به خصوص و هنرمندان به او اقبال نشون دادند و از او خواستن تا به عنوان رئیس جمهور در یک سطح تازه در ایران حضور پیدا بکنه و آقای خاتمی با وجود اینکه دو دوره رئیس جمهور بوده بعد از اون هم به هر حال همیشه به عنوان یک رهبر جریان اصلاح طلبی در ایران نقش سیاسی رو ایفا کرده هیچ وقت از فضای فرهنگی فاصله نگرفته و از دید مردم و از دید طرفدارانش و حتی از دید منتقدان او یک شخصیت فرهنگی و مهمتر از همه یک شخصیت دارای معنی چرا آقای چرا در عرصه سیاست تاثیر گذاره خب برای اینکه درست آقای خاتمی روی نکاتی دست گذاشته در این دوران که در فضای سیاسی بعد از انقلاب جای خالی اون حس می شد یعنی شما اگر نگاه کنید زمانی که اون توجه به فرهنگ رو مطرح کرد نگاه ایدئولوژی که در ایران حاکم بود که بیشتر به ترویج باورهای دینی فکر می کرد تا به جای اینکه بیاد به تنوع فرهنگی یا توسعه فرهنگی به عنوان فضا دادن برای مشارکت مردم به توجه بکنه یا زمانی که او مسئله ضرورت طرح دیدگاه های دینی تازه رو مطرح کرد درست در مقابل فضای بسته ای بود که سیاست ایران در پیش گرفته بود و از طریق سرکوب یکی یکی همه نیروهایی رو که آقای اما آقای آقای خاتمی به عنوان وزیر ارشاد در واقع نماد اون جریان سرکوب در دهه 60 هم تلقی میشه نمیشه نه آقای خاتمی درسته که وقتی که وزیر ارشاد بود به حال در تشکیلات او در همون تشکیلات بود که مثلا سانسور مطبوعات و سانسور کتاب صورت می گرفت اما کاری که اون کاری که در, دو... در اون زمان صورت می گرفت پیش از آقای خاتمی هم در ارشاد صورت می گرفت کاری که آقای خاتمی کرد این بود که این رو به سمت قانونمند شدن و کاستن از سانسور پیش برد به عنوان مثال تا دورانی نشریات در ایران باید تک تک می بردن نشریاتشون رو به وزارت ارشاد و مجوز گرفتن آقای خاتمی نخستین کسی بود که قانون مطبوعات شورای انقلاب رو اجرا کرد به نشریات مجوز داد از آزادی اونها در هیئت نظارت بر مطبوعات دفاع کرد در مورد کتاب فضای گشایش کتاب در به اصطلاح اواخر دهه 60 در دوران آقای خاتمی صورت گرفت اون قانونی که در واقع نوعی قاعده و نظم برای صدور مجوز کتاب ایجاد کرد بنابراین میخوام بگم درسته که در اون وزارت خونه سانسور هم صورت گرفته ولی آقای مسیری که آقای خاتمی دنبال کرد به تدویج مسیری بود که به سمت گشایش فرهنگی و کاستن از دامنه سرکوب و سانسور